خوش آمدگویی به شما حضار گرامی و سخنران مهمان امشب آقای پروفسور تورج دریایی. من کارولین حاسید هستم از اعضای کافه رامبام برای برگزاری این سمینار. کافه رامبام نام صمیمانه ای است که به کلاس های هفتگی فلسفه و کابالا داده ایم که هر چهارشنبه در همین محل و هر دوشنبه در محل کنیسای بیت داوید در شهر تارزانا از ساعت 7:30 تا 9 بعد از ظهر برگزار می شود و مراکزی هستند برای گرد همایی، آموزش، با هم اندیشیدن و گفتگو. استثنان این هفته به خاطر کلاس های کنیسای نسخ، کلاس چهارشنبه ما برگزار نخواهد شد تا 29 جولای. امیدواریم که در 29 جولای همه شما عزیزان را ببینیم. بنیاد هارامبام همچنین در 5 سال فعالیت خود به برگزاری 39 سمینار فارسی و انگلیسی در زمینه‌های فلسفه، روانشناسی و تاریخ یهود پرداخته است که پیش از برنامه اسلایدهای آنها را دیدیم. پروگرام دیگر این بنیاد انجام و انتشار ترجمه ها و شرح‌های دست اول از آثار جهانی فلسفه و حکمت قبالا بوده که بسیار مورد توجه استادان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی قرار گرفته است. از فرهنگ دوستانی که سمینار حاضر را حمایت کردند تشکر داریم، از جمله آقایان مهندس ایرج صفایی، آقای شان صداقتی در ایدن مموریال پارک، سلیمان نباتی، عنایت الله تابان، رحمت بروخیم، شیفرا صراف، همچنین از گروه برگزار کننده سمینار خانم فروغ معنوی، مژگان اشراقی برای شبکه‌های اجتماعی، مارسل شادیان، ابراهیم گلشنی، روزیتا دانیالی، دیانا مسجدی، فریبا بصیرت، شهین و پرویز پرتیلی، فرزاد جواهریان، فرزین جواهری، خانم میشل رهبان و دکتر جهانگیر جواهری سپاسگزاریم. امشب افتخار داریم که پروفسور تورج دریایی از ایران شناسان برجسته جهان در بین ما هستند و دانش خود را با ما شریک می شوند. خواهشمندیم که در طول سخنرانی و نمایش اسلایدها سکوت را رعایت کنید و از آمد و رفت و صحبت با تلفن دستی خود خودداری نمایید. لطفاً زنگ تلفن ها را بی صدا بفرمایید. معرفی آقای پروفسور دریایی را به مهندس افشین تاجیان می سپاریم. آقای افشین عزیز، لطفاً تشریف بیارید. خب عزیزان، امشب در خدمت دکتر تورج دریایی هستیم. یه معرفی کوچیکی از ایشون خواهیم داشت و بعد در خدمتشون خواهیم بود. پروفسور تورج دریایی is a contemporary Persian Iranologist and historian. He is currently the Masih Chair in Persian Studies and Culture and the Director of the Dr. Jordan Center for Persian Studies and Culture at the University of California, Irvine. He is the editor of Name Iran Bastan, the International Journal of Ancient Iranian Studies, as well as Dabir, Digital Archive of Brief Notes and Iran Review, and also the creator of Sasanika, the Late Antique Iran Project. His elementary and secondary schooling was in Tehran, Iran, and Athens, Greece. Dariayi took his PhD in history at the University of California, Los Angeles in 1999. He specializes in the history and culture of ancient Persia. His most well-known publications include Sasanian Persia, The Rise and Fall of an Empire, and Sasanian Iran, Portrait of a Late Antique Empire, a book on the Iranian history from the prehistoric era to modern history. Professor Dariayi has recently published a book, Cyrus the Great, which we have the opportunity to purchase tonight with him signing for us. The subject of his lecture tonight is Exploring the Judo-Persian Ancient History. خب عزیزان، همونطور که عرض کردم، میهمان سخنران برنامه امشب آقای دکتر تورج دریایی هستند، رئیس بخش مطالعات و فرهنگ شناسی در دانشکده
علوم انسانی دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین. از حضور استاد در این برنامه سپاسگزاریم، ازشون دعوت میکنیم برای برنامه تشریف بیارن. مهندس سلام به حضار محترم، عصرتون بخیر. خیلی متشکرم که امشب اومدین که بتونم باهاتون درباره یه سری از مسائل تاریخی که گهگاه من در کلاس‌های درسی خودم هم به اونها اشاره می‌کنم رو با شما مرور کنم. چون شما بهتر از من تورا رو می‌شناسید و تاریخ اون رو میدونید، من سعی میکنم تا حدودی از استفاده از این متن مهم برای صحبت تاریخیم کمی اونو کنار بذارم، گهگاه وارد اون بشم در چه حالتی میتونه به ما به عنوان یک متن تاریخی، نه یک متن مذهبی، به عنوان یک تاریخ دون چگونه میتونه تو را به ما کمک کنه. بذاریم با پادشاهی یهود شروع کنیم. در قرن ششم قبل از میلاد پادشاهی یهود توسط آشوریان و نوبابلی ها، در حقیقت نوبابلی ها هستن، بخت و نصر خودمون یا نبوکدنصر از بین میره. این دومین پادشاهی در حقیقت یهود هست که از بین میره. قبل از اون پادشاهی اسرائیل رو داریم که سیستمش کاملا فرق میکنه با پادشاه یهود. شما چیزی که در پادشاه یهود میبینیم، میگم باز این شما شاید بهتر از من بدونی که ما در اورشلیم یک تمپل داریم که خیلی مرکزیت داره و اینها رو نگه میداره. چیزی که ما باستانشناسای اسرائیلی امروز میبینن اینه که در پادشاهی اسرائیل شما چندین تمپل داشتین و اون وحدت اون چنان وجود نداشته. این خیلی اهمیت داره برای اینکه موقعی که آشوری ها میان پادشاهی اسرائیل رو از بین میبرن، تقریبا بازگشت به اونجا و یک هویت یا شاید بگیم فکر تاریخی دیگه وجود نداره درباره اونجا، پس هم پاشیده. در صورتی که در پادشاهی یهود کاملا این مسئله فرق میکنه و این تاریخ نوشته شده، به یاد دارن و باقی میمونه. دلیلی که بابلی ها میرن و پادشاهی یهود رو میگیرن چیه؟ این یک مسئله. به هر حال آشوری ها یک امپراتوری داشتن که امپریالیستی بوده، ولی تا دریای مدیترانه رفتن. و برای چی؟ این کاری نبود که همیشه آشوری ها میکردن. نظر من اینه که دلیلی که حمله میشه به اونجا و دلیل این که یهودیان به اسارت در میان و برگردونده میشن به بابل، این هست که همه یهودیان پادشاهی جودا یا یهودیان نبودند. تمام افرادی که متمول بودند، کسانی که کارآمد داشتند، فکر داشتند و بعد کارهایی رو که بلد بودند و لازم بوده، اون افراد هستند که به بین النهرین یا میان رودان آورده میشند. در حقیقت این نیست که تمام یهودیان پادشاهی یهود از اونجا رانده شدن، فقط آنهایی که طبقه بالا مرفه کاردان بودن میان و این یک قدرتیه برای این پادشاهیه که افکار امپریالیستی داره. اینو میخوام در یاد داشته باشه و برای همینه که من فکر میکنم، حالا من اینجا یه مثال شاید یه خورده بچگانه باشه ولی همیشه من دوست دارم برای دانشجوام این مثال رو بزنم. من چند سال پیش برای نوروز رفته بودم سیتی هال، موقعی که شهردار قبلی اونجا بود، داشتن صحبت میکردن که قبل از اینکه یهودیان ایرانی وارد لس آنجلس بشن، گارمنت اینداستری لس آنجلس میکنم رتبه 14 داشت در آمریکا. 6 سال پیش رتبه اول رو داشت به خاطر اونها. خب یک همچین مقایسه‌ای رو شاید ما بتونیم بکنیم با آوردن یهودیان از پادشاهی یهود به بابل.
یعنی دقیقاً حالا خب البته اومدن یهودیان به آمریکا دلایل مختلفی داره، شاید تا بگیم تا بابل، ولی کارکرد همون تقریباً یکی میتونه باشه. یعنی قدرت اقتصادی و غیره برای پادشاهی بابل. در عکسی که اینجا ما میبینیم، جیهو یکی از پادشاهان یهود هست که در مقابل پادشاه آشور، پادشاه اسرائیل هست که زانو زده، و اینجا هم شما دوباره بابلی ها رو میبینین که دارن یهودیان رو به اسارت میبرن. این دوتا پنلی هست که از دو واقعه قرن هشتم و ششم ما میتونیم برای شناخت تاریخ استفاده کنیم. بله، در شهر آشور بوده. اون در شهر آشور بوده، یه نینوا بوده که متاسفانه این گروه آیسل کاملا شهر رو نابود کردن. یعنی دیگه هیچ، البته این در موزه است خوشبختانه، یه ولی خود شهر کاملا با خاک یکسان میشه. اون هم هنوز باقی مونده، ولی ما داریم میبینیم تمام شهرهایی که مال بابلیا و آشوریا بوده به یک دلیلی دارن سیستماتیک نابود میشن الان در عراق. در همون زمانه که کوروش وارد بابل رو فتح میکنه و بقیه، حالا میشه گفت فلات ایران و خاورمیانه رو، اینجا کوروش برای ما یک متن خیلی جالب که به حال حالت پروپاگاندا رو داره. ببینید، به عنوان یک تاریخ‌دان ما نمیتونیم خیلی نایف باشیم بگیم بله این متن متنی است که فقط برای خیرخواهی نوشته شده و غیره. در حقیقت باید یک تاریخ‌دون بتونه سعی کنه یه مقدار با مسئله خیلی با دقت‌تر برخورد کنه. خود این منشور به هر حال بسیار جالبه برای دوره‌ای که نوشته شده. اون رو نمیشه انکار کرد. ولی این هم یک متن پروپاگاندایی که در دوران باستان در بین النهرین وجود داشته. مثلا این قسمت، بل ماردوک، خدای بزرگ بابل، به همه جا نگاه میکنه، به همه کشورها طبق این منشور، و کوروش پادشاه انشم رو به عنوان پادشاه برمیگزینه. خب این کاملا یک حالت پروپاگاندا داره. شما باید ببینید اگر شما در بابل بودین و کاهنان بابل بودین، با این متن میتونستین پادشاهی کوروش رو بهش حقانیت ببخشید، و کاملا این خط این کار رو داره انجام میده. آیا این منشور منحصر به فرد؟ خیر. چه قبل از کوروش پادشاهان بسیاری بودن که موقعی که وارد شهر بابل میشدن یا به سلطنت میرسیدن، یک تون از این منشورها رو به وجود می آوردن و در این اسیگلیا یا این معبد مهم ماردوک می گذاشتن. اینا سمت چپ بالا منشور کوروشه، دو منشور دیگه مال پادشاه بابل هستن که قبل از اون بوده. تا حدودی از لحاظ فرایزولوژی، یعنی کلمات یا جملات، شباهت های ما بین منشور کوروش و منشورهای قدیمی هستش، اما از لحاظ دیدی که نسبت به افراد غیر ایرانی داره، یکی میشه گفت یک متن منحصر به فرده که برای اولین بار ما در دنیای باستان یک چرخش داریم میبینیم، و این چرخش یک دید مسالمت آمیز نسبت به بقیه است. ببینید، آشوری موقع که میمدن مردم رو میگرفتن، پادشاهی اسرائیل، کاری که میکردن کتیبه خیلی طولانی حک میکردن که ما اومدیم سرها اینها رو بریدیم، نصفشون رو نمیدونم بهشون نیزه زدیم، شهر رو نابود کردیم، مطمئن شدیم دیگر کسی نباشه، همه زیر سلطه ما باشن. این یک نوع متداول در دنیای خاورمیانه بود برای تصرف یک پادشاهی. با منشور کوروش ما در حقیقت یک چرخش دیگه میبینیم از لحاظ دیدگاه که چگونه با مردمی رو که در حقیقت دارین میان تصرف میکنید، یا حالا در این متن به عنوان آزادی بیان شده، چگونه باهاشون صحبت میکنید و برخورد میکنید. در اینجا این دید خیلی کاملا ایرانیه که من فکر میکنم به جای نبرد رو در رو، شما سعی میکنید از لحاظ تسامح و گفتاری و روابط خودتون رو مستحکم کنید، و من فکر می‌کنم منشور کوروش کاملا این دید جدید رو در دنیای باستانی به وجود آورده. برای همین من فکر می‌کنم این منشور جالبه. یعنی از لحاظ بیان و گفتار یک گفتار جدید داره در دنیای باستان. خب این منشور اول به ماردوک صحبت می‌کنه درباره کاهنان بابلی،
ولی در خط 22 این منشور همچنین میبینیم که او با صلح یا با صلح وارد این شهر میشه و احترام به سنت‌های محلی و بازسازی معابد داره. این عکس از یک فیلم سیاه‌سفید، فیلم صامتی که در سال 1906 یا 10 درست شد، اولین باری که در هالیوود از کوروش یاد میشه و ورود کوروش به بابل و برخورد اون با مردم اونجا من جمله یهودیان. سازندش دی دبلیو گریفیث هستش که یک فیلم خیلی جنجالی قبل از این ساخته بود در هالیوود و فیلم دومش این هستش که یکی از داستانهای بلندش درباره کوروشه و اصلا این مسئله که آدم باید یک نفر چه کار بکنه در زندگیش. در خط 26 حالا من فهم میکنم یک رفرانس هست که به یهودیان هست، یعنی مستقیما داریم اسم برده نمیشه ولی کاملا مشخصه که در خط 22 میگه کسانی که در اسارت در بابل بودن رو آزاد کردم. خیلی میگم احتمالش بسیار هست که اینجا الان صحبت دیالوگ حالا با یهودیانی هستش که از پادشاه یهود به بابل رانده شدن و اونجا هستن. شما دو کار میتونید با کسانی که در اونجا هستن بکنید. اونایی که میخوان میتونن برگردن و این در واقع این گزینه به اونها داده میشه، یا میتونن اونجا بمونن. اینجا تاریخ دونها با هم دیگه تفاوت نظر دارن. یک عده هستن که میگن کوروش چون میدید قدرت یهودیان بسیار زیاده، سعی کرد قدرت رو تحلیل بده و برای همین با بازگردوندن گروهی از اونها تونست نه تنها اون چی که دلشون میخواست یهودیان انجام بشه، بلکه یک علای یا میشه گفت همکار خیلی مهم در کنار دریای مدیترانه داشته باشه. گروه دیگه میگن خب با این کار نه تنها شما، برای من فهم میکنم با عنوان تاریخ‌دان این ایده رو من قبول دارم که هم گروهی که بابل موند بسیار قدرتمند بود و مرفع و همون حالتی که راجع به گارمنت اینداستری صحبت کردیم در خود شاهنشاهی، و بعد در دورترین نقطه این شاهنشاهی هم ما حالا یک سری علای داریم که تنگاتنگ با هم میتونن کار کنن. در اینجاست که به عنوان دوباره تاریخ دون من میتونم قسمتی کتاب اشیای نبی رو به عنوان یک نوع پروپاگاندای ایرانی ترجمه کنم. یعنی اگر شما به عنوان تاریخ دون این متن رو نگاه بکنی، نه کتاب مذهبی با اجازتون، شما درست دوباره میبینید که این رد و بدل همفکری ایرانی ها، یعنی منشور و بعد کتاب اشیای نبی، با همدیگه کاملا همخوانی داره. یهودیان کوروش رو قبول میکنن، کوروش یهودیان رو قبول کرده. اینجا ما اولین نقطه همکاری ایرانی یهود رو در تاریخ داریم میبینیم، ما بین این لابلا این متن ها، یک منشور و یک متن مذهبی. یادمون باشه که کتاب عزرا و نیمایا این دو نفر افرادی بودن که در دستگاه شاهنشاهی هخامنشی کار میکردند، نماینده درست یهودیان بودن ولی در دستگاه حکومتی هخامنشی، و برای همین این میگم تنگاتنگ بوده این رابطه از قرن ششم. و دلیل رفتن از بابل، اگه بتونم این رو پیدا کنم، به اورشلیم اینه که شما اگه همچنین شاهنشاهی دارین که از سقط، امیدوارم اینو خاموش نکرده باشم، از سقط تا دریای مدیترانه وجود داره، شما لازم دارین که کسانی رو داشته باشین که بتونن از افکار و اینترست شما حمایت کنن، در صورتی که خودشون هم نفعی یا سودی ببرن از این همکاری. ببینید اینجا دیگه بر حسب ترس و وحشت نیست که باید بری به اونجا و اگر این کار رو نکنی ارتش میفرستی و نابودتو میکنی. قبل از این یک رابطه به وجود اومده ما بین دو مردم و حالا داره این رابطه خودش رو در صحنه سیاسی نشون میده. اون چیزی که جالبه اینه که در قرن ششم قبل از میلاد، موقعی یهودیان از بابل و از خود من میگم اسرائیل باستان، حال میخوایم بگین اسرائیل، در اونجا هستن و به مصر هم میرن، انقدر قدرتشون زیاده که مردم محلی هم به دین یهود گرایش پیدا میکنن. در دنیای باستان ما میدونیم
افرادی بودن که غیر یهودی بودن به دین یهود گرایش پیدا کردن. این یک چیز مسلم و مشخص از قرن ششم قبل از میلاد تا قرن هفتم میلادی، این کاملا مشخصه. ما اگر مثلا دوره ساسانی رو بخوایم بهش نگاه کنیم، متون خود یهودی هست که میگه فلان شخص زرتشتی اومده میگه من میخوام یهودی بشم و ربی میگه خب بعد این کار بکنی، اینو بخونی، میگه خب این که اصلا خوب نبود، اصلا نتونست کارش رو انجام بده، ولی کسانی هستن که موفقن. این هم یک مسئله مهمه، یعنی این باز بودن این دید دنیای یهود و ایرانی که با هم دیگه میتونن خیلی راحت تر از این لحاظ من فکر میکنم کار کنن، این گرایش چه به دین زرتشتی چه به دین یهود. این همکاری ما بین ایرانیان و یهودیان تبدیل میشه به ایده‌ای که ما به انگلیسی به اون میگیم پکس پرسیکا، صلح پارسی. چون شما اگر در نقاط مختلف این شاهنشاهی همکار داشته باشین تا دشمن، شما میتونید در حقیقت یک حالت نسبتاً صلح آمیزی به وجود بیارین. و چیزی که در 200 سال تاریخ هخامنشی به وجود میاد، با اینکه شما اینجا همش راجع به جنگ یونان و ایران و غیره میخونید، اون یک قسمت خیلی کوچکی است از این دنیای باسم و دنیای دو قرنی که ما داریم درباره صحبت میکنیم. خشونتی که در این دو قرن اعمال میشه به مراتب کمتر از اون چیزی است که قبلش و اون چیزی که بعدش انجام میشه. ما اینجا اسکندر رو معمولا به عنوان یک قهرمان میبینیم در دنیای غرب، الکساندر دی گریت. بعد یادم باشه که طبق آماری که محاسبه شده طرف تاریخ‌دون‌ها، بیشتر از 12 شهر با خاک یکسان شد موقعی که اسکندر اونجا رو گرفت و آمار اومده که در حدود 1 میلیون نفر کشته شدن و بعد از اون هم دنیا دوباره تبدیل به هرج و مرج جنگ شد. من این مثال رو میزنم، تو کلاسم هم میزنم، که کسی که فقط میاد فتح میکنه قهرمان نمیتونه باشه. و برای اینکه ایرانی هم که روسیه یا هم دانشجوی ایرانی هم خیلی خوششون نیاد که من با اسکندر مشکل دارم، نادرشاه رو مثال میزنم. کسی که به هند رفت، هند رو غارت کرد، کلی کشتار کرد، ولی در ایران به عنوان قهرمان ملی حساب میشه. من نمیدونم این چه کار مهمیه که کشتار و غارت یک کشور میتونه برای ما باشه. همون حالت رو من با اسکندر میبینم. هیچ کار مهمی به غیر از حالا از لحاظ بودن یک جنرال کار مهمی دیگه انجام نده. ما میدونیم که ایرانیان تقریباً برای 150 سال مصر رو در دست داشت. این کار چطور بود؟ ما میدونیم که یک ساتراپ ایرانی بوده اونجا همیشه، اما کسانی که مصر رو برای شاهنشاهی ایران نگه داشتن یهودیان بودن. این رو ما به خوبی امروزه میدونیم که این سربازان یهودی شاهنشاهی هخامنشی بودن که در مصر بودن و مستقر بودن. طبق حفاری‌هایی که شده، نه تنها ما میتونیم پادگان ارتش ایران که مال یهودیان بوده رو امروز بدونیم کجاست، در الفانتین هستش و این یک نموداری از اون پادگان که باستانشناس ها اون رو کشیدن و همچین شکلی ممکنه داشته باشه، اینها بودن که در میشه گفت شمال آفریقا رو برای ایرانیان یا حکومت هخامنش نگه داشته بودن. این رو ما میدونیم چون منابعی داریم به نام متون آرامی الفانتین که نامه هایی است که از طرف ساتراپ و نمایندگان ایران در مصر به حالا تخت جمشید یا شوش نوشته میشه. اینجا کاملا مشخصه که این سربازان یهودی هستن که دارن نامه مینویسن. و سوال دیگه اینجاست، چرا متون به آرامی هست؟ شما یک شاهنشاهی هخامنشی دارین که زبان خود پادشاهان فارسیه، فارسی باستانه، زبان داخلی اداری در حقیقت در خود نجد ایران ایلامیه، ولی زبان مکاتبه و ارتباط در تمام این پادشاهی یا شاهنشاهی به آرامیه. این خیلی مهمه، زبان بین المللی شاهنشاهی هخامنشی آرامی بوده.
و من میگم یکی از این دلایل به هر حال یهودیان هستن، به غیر از خود کسانی که آرامی صحبت میکنن و خود یهودیان هم در اون زمان این کار رو میتونستن بکنن، نشون میده که اهمیت یهودیان برای کنترل این شاهنشاهی تا چه حد بوده. این در مصر هستش که این متون آرامی یافت شده و اونها رو داریم. این یکی از نامه‌هایی هست از طرف آقای آرشاما که ساتراپ یا فرمان روای مصر بوده. در حدود 35 تا از این نامه‌ها وجود داره که الان همه در آکسفورد هستن و یک پروژه آرشاما به وجود اومده که کم کم تمام این متون آرامی ترجمه بشه که ما یک دید بهتری درباره روابط مصر و حالا میشه گفت قلب ایران داشته باشیم. ولی یادم نره که اینها به آرامیه. خب پس به غرب اگر نگاه کنیم متون آرامیه. جالبه که در حدود 10 سال پیش در نیویورک و در اسرائیل یک سری دیگه منابع پیدا شد. کسی که صاحب این اسناد بود برای مدت‌ها حاضر نبود اونها رو به کسی نشون بده، تا اینکه بالاخره به یکی از اساتید مسلم ایران شناس دانشگاه اورشلیم آقای شاول شاکت اجازه داد که اینها رو بازرسی کنه. حاصل این تحقیق سال پیش به چاپ رسید به یک کتاب بسیار زیبا به نام خلیلی کلکشن و در اونجا ما تعداد زیادی نامه میبینیم از شهری که امروز بهش میگیم خلم در افغانستان. بلخ امروزی در متون باستانی بکتریا میگن، یعنی ما داریم در حدود مرز میشه گفت هند داریم صحبت میکنیم. جالبه که این نامه ها هم همه به چه زبانی هستن؟ آرامی. خب حالا چی؟ من فکر میکنم باز بیشتر میشه مطالعه کرد که چرا در این سمت شاهنشاهی هم این متون به آرامی هستن. من میتونم کاملا حس بزنم که این یهودیان هستن که در اونجا دوباره همون نقشی رو ایفا میکنن که دارن در مصر ایفا میکنن، یعنی هم در شرق و هم در غرب این شاهنشاهی همچین رابطه‌ای برقرار هستش. بازم براتون دلیل خواهم آورد برای شرق ایران و اهمیت یهودیان در آخر صحبت. بذارید یه خورده به جلو بریم و به دوره اشکانی برسیم، دوره‌ای که بعد از اسکندر و سلوکی ها به وجود میاد با آمدن اشکانیان که برای در حدود 500 سال این فلات ایران و عراق امروزی و مقداری از سوریه رو در بر میگیرن. نقش سبز رنگ، سبز پر رنگ دیگه. در اونجا ما میدونیم که موقعی که اشکانیان سر کار هستند در امپراتوری روم، رابطه امپراتور روم با یهودیان و مسیحیان چندان خوب نیست. دو گروهی که رومی ها نمیتونن سازگار بشن باهاشون یهودیان هستند و مسیحی ها. و میدونیم که مشکلات پی در پی و جنگ های پی در پی هست ما بین رومی ها و یهودی ها و بعد مسیحی ها. و این به خاطر این که در روم ما یک سنت مذهبی داریم که خود پادشاه به عنوان خدا پرستش میشد و بعد شما سالی یک بار این کار رو میکردید، یک مجسمه از امپراتور بودم این کار بعد انجام میشد. همه حاضر شدن این کار رو بکنن، فقط یهودیان و مسیحیان نکردن و به خاطر این کار تحت آزار و فشار بودن. اگر شما تحت آزار و فشار هستین آیا میمونید معمولا در اونجا که هستین؟ بعضیا بله، خیلی ها تصمیم گرفتن که از اونجا کوچ کنن و به جایی که رفتن عراق امروزی بین النهرین که در اون زمان قلب میشه گفت پادشاهی اشکانی هستش. در اونجا لازم نبود که شما مذهب به خصوصی داشته باشین تا زندگی کنید. خیلی جالبه شما پس از قرن میشه با اول قبل از میلاد برای یهودیان و بعد تا سوم میلادی در حقیقت ما یک کوچی داریم از یهودیان و مسیحیان به شرق به ایران و عراق امروزی و در اونجان که سکنا میپذیرن، چون برای سال 60 و 70 امپراتورهای نیرو و بسپیژن به هر حال
به یهودیان حمله میکردن، به مسیحیان. شما میدونین در کالسیوم برنامه‌های متعددی داشتن که مردم رو جلوی حیوانات میریختن که قتل عام بشن و مردم میمدن برای تماشا، و بیشتر کسانی که کسانی که کشته میشدن یا یهودی بودن یا بیشتر مسیحی، و اونهایی که از لحاظ سیاسی با امپراتور مشکل داشتن. و برای همین یهودیان به شرق رفتن. در همین موقع است که ما یک تاریخ‌دان بسیار مهم یهودی داریم به نام جوسیفوس، که در این حالت خیلی عجیب کوچ و جنگی که ما بین اشکانی ها و رومی ها به وقوع پیوسته، یک سندی رو روم میکنه و این سند خیلی جالب، و سوال اینجاست که چرا باید این سند در این زمان رو بشه؟ و این سندی درباره کوروش و آنچه که کوروش درباره یهودیان گفته. ما قبل از این منشور رو داشتیم، کتاب تور مقدس است، ولی این سند به عنوان حالا یک سند تاریخی از طرف یک تاریخ‌دان رومی یهودی میشه گفت یا یهودی بیرون میاد، و این هستش. من حالا متنش رو شما خودتون بهتر میتونید بخونید، ولی من باهاتون میخونم. I have given leave to as many of the Jews that dwell in my country as pleased to return to their country. پس اینجا داریم یه حالتی میبینیم که کوروش مشکلی نداشته، ایرانی ها مشکلی ندارن که شما برگردین به خونتون. And to rebuild their city and to build their temple of God at Jerusalem. این دوباره یک یاداوریه که ایرانی ها و یهودی ها با هم همکاری دارن میکنن. همونجور که در دوره باستان همکاری میکردن، اکنون هم میشه همچین کاری رو کرد. هر وقت که هنوز معلوم نیست که مثلا شاهنشاهی اشکانی چگونه ممکنه با یهودیانی که وارد دارن میشن رفتار کنه، شما با یه همچین سند کاملا میتونید جو رو تغییر بدین. من میکنم این متن از این لحاظ بسیار مهمه که کوروش یادآوری میشه به پادشاهان اشکانی که خودشون رو به هر حال به کوروش هم رب میدادن. نگاه کنید، پادشاه شما به یهودیان کمک کرد، پول ساخت معبد رو بهشون داد و آزاد گذاشته شد. شما هم طرفداریش میکنید مگه نه؟ و داریوش. ولی اینجا در این متن اول با کوروش درباره اش صحبت میکنه. چیز دیگه که مهمه در این دیده، در این جنگ میان ایرانیان و رومی ها، این هست که ما باز یک سری منابع تاریخی داریم که تعداد زیادی از افسران ارتش اشکانی یهودی بودن، و این یک اثر میذاره در دیدگاه یهودیانی که در امپراتوری روم بودن. یعنی هر وقت ایرانی ها میومدن به اون سمت برای جنگ، ما اطلاع پیدا میکنم که یهودیان احساس میگرن که منجیانشون دارن وارد میشن، چون نه تنها خوب ایرانی ها باشون بر حسب این منبع همکاری میکردن و خوب بودن، بلکه خود افسرانی که دارن میان یهودیان. و قاعدتا دیدی که نسبت به رومی ها و یهودی ها دارن کاملا فرق میکنه شاید با یک ایرانی غیر یهودی. به صورت باید باشه یا کلمه؟ من اشتباه نوشتم، ببخشید. من تایپوگرافی نه، به صورت باید باشه. بله، نه به صورت، بله به صورت باید باشه کاملا. و اینم یک سرباز اشکانیه دیگه که داره با تیر و کمانش به جلو میره. به دوره ساسانی که میرسیم، یعنی آخرین دوره باستانی قبل از اومدن اسلام و فتح ایران، دورانی که ما بهش میگیم پسا باستان، اواخر دوره عتیق، در این دوره هم یک پادشاه جدید اومده. باز باید ببینیم که با یهودیان چگونه رفتار خواهد کرد. هر وقت که یک سلسله عوض میشه، یک سری انگزایتی به وجود میاد و خیلی کامله. ما میدونیم اینا در حتی تاریخ معاصرمون هم میدونیم که معلوم نیست چگونه رفتار خواهد شد با گروهی که در حالا اون شاهنشاهی یا در اون کشور هستش. من بهتر، شما بهتر از من میدونید که این انگزایتی چجوری میتونه اهمیت اثر بذاره روی زندگی همه. بله؟ اسم این پادشاه؟ اسم این پادشاه، ایشون شاپور اول هستن. شاپور اول که دوباره اونجا تندیسش رو میبینین که یه دوتا پادشاه رومی رو یکیشون رو به زانو در آورده، از اون یکی هم داره دستش رو گرفته. شاپور اول در قرن سوم تونست سه پادشاه رومی رو، یکی رو بکشه در نبرد، یکی رو دستگیر کنه، یکی دیگر رو باجگذار کنه. و از این حادثه های تاریخی چندین سنگ تراش مختلف به عنوان مثلا فوتو آپ
به عنوان پروپاگاندا در خیلی جاها نصب کرده. این یکی از اون از چند تا دیگه کاملا دیتیل های بسیار جالبی داره و یک کتیبه فوق العاده بلند به زبان های یونانی و اشکانی و فارسی میانه نوشت. در کنار اینا کار دیگه که کرد همون جدال با روم هست و به شهری میره و اون رو تصرف میکنه در حدود 250 تا 260 به نام دورا یوروپاس. دورا یوروپاس در سوریه امروز هست که من فکر میکنم نمیدونم آیسل هنوز اونو نابود کرده یا نه. اگه به دستشون باشه که نابود کرده، اگه به نزدیکشون باشه به هر حال مصممن که شهر رو نابود کنن. این شهر نمایاندهنده اوضاع اجتماعی مذهبی دوره باستان و شهری است که در مرز ایران و روم قرار داشته. اگر نگاه کنیم به این شهر که کنار این رودخانه هستش و این خود شهر هستش، میبینیم که یکی از بزرگترین معابدی که وجود داشته در این شهر کنیسه دورا یوروپاس هستش. این کنیسه و محل یهودیان کاملا مشخص شدن برای اینکه الان سال هاست که این شهر در حال حفاری شدنه. آنچه که روی دیوارهای معبد میبینین یک سری نقاشی و فرسکوست که حالت کاملا یونانی معاب و هلنی داره، ولی لباس ها کاملا اشکانی مانند و ایرانی هستند. شما درست دارین میبینید یک شهر مرزی رو که از هر دو طرف داره اثرهای هنری و فرهنگی رو میبینه با اینکه یک کنیسه هستش. اون چیزی که برای ما جالبه به عنوان تاریخ‌دون، نه تنها لباس های اشکانی این افراد هست که دارن در حد داستان های مهم مذهبی رو اینجا دارن نشون میدن، بلکه چند کتیبه به فارسی میانه داره که افسران ایرانی وارد اونجا شدن در قرن سوم، هم موقعی که ساسانی ها به قدرت رسیدن. مثلا این فرسکو رو اگر نگاه کنید، مردخای بر روی اسب است، خشایارشا بر تخت نشسته شده، دوره هخامنش. ببینید دوباره داریم برمیگردیم به دوره گذشته و استر هم در کنار درباریان هستش. برای ساسانیان سوال اینجاست که این چیست؟ دوباره ما میبینیم که یهودیان دارن گوشزد میکنن به افسران ساسانی ایرانی که در گذشته رابطه ما و ایرانیان این چنین بوده، پادشاه ایرانی و همسر یهودیش. بله، من این کتیبهش رو به تازگی ترجمه کردم برای یادنامه یکی از همکارام که در دانشگاه تل‌آویو درس میداد، زیو روبن، که یک محقق درجه یک تاریخ دنیای باستان بود. این کتیبهی که ما میبینیم نوشته شده به فارسی میانه، یعنی ایرانیان اینو نوشتن در کنار کنیسه، این هستش: In the month of مهر، در ماه مهر، در سال 14 هم، در روز فروردین، موقعی که اورمزد اسم شخص است که کاتب بوده و کرده که نماینده بعد یهودیان باشه، of the district and the pious scribe and they came to this district of the Jews، به محله یهودیان اومدن، to this place of worship of gods of gods، به محله هست که خدای خدایان. حالا چرا این چنین نوشته گفته میشه؟ برای اینکه خب در دین یهودیه که ما یک خدا داریم. این بیشتر دید ایرانیان زرتشتی هست که خدایان یک خدا اهورامزدا از همه مهمتر است، ولی ایزدان دیگری هم هستن. همون حالت شاهنشاه، خدای خدایان، این یک دید ایرانی. شما میبینید که این دید داره در حقیقت منعکس میشه روی این نقشه‌ای که دارن، یا نقشی که دارن میبینن. Of the Jews, the way this painting they saw and liked it and saw it. این به ما میگه که کاملا دارن یهودیان به سربازان ساسانی میگن یادتون باشه رابطه ما همیشه خوب بوده از زمان خشایارشاه، و میبینید که در سنت ما هم این وجود داره. دوباره یادآوری، همونجوری که جوسیفس در قرن اول این کار کرده. در قرن چهارم شاپور دوم، این یک شاپور دیگه است، به ارمنستان ارتش کشید، لشکر کشید. چیزی که جالبه، ما فهم میگن که در ارمنستان، خب همیشه فکر میکنیم که مسیحی زیاد هست، ارمنستان در قرن چهارم به مسیحیت گرایش پیدا میکنه. طبق متونی که داریم تعداد بسیاری یهودی از ارمنستان، یعنی یهودیان ارمنستان، به فلات ایران سکنا داده میشن. سوال اینجاست که چرا؟ جواب اون بسیار راحته. همون جوری که نبوکدنزر و کوروش حاضر بودن که یهودیان در نجد یا قلب پادشاهیشون باشه،
و همچنین شاه عباس صفوی ارامنه رو از ارمنستان آورد و در اصفهان سکنا داد. دلیلش این بود که ما داریم با یک طبقه یا تاجر یا اینکه در کار خودشون بسیار موفق هستن رو دارن میارن اونجا تا از لحاظ اقتصادی قدرت بیشتری به این شاهنشاهی ساسانی ببخشن. یعنی ما داریم میبینیم که تاریخ داره تکرار میشه. دلایل کوچ افراد میگم همینطوری نیست، دلایل خیلی مشخصی داره مخصوصا در تاریخ ایران. و اینجا جالبه که در قرن چهارم ما میبینیم که تعداد یهودی ارمنی به اونجا هست و به طور عادی مقداری از اونها هنوز خب هستن دیگه میتونیم بگیم، ولی در خود ارمنستان ما دیگه تقریبا نمیتونیم زیاد یهودی رو ببینیم، همه یا مسیحی شدن یا از اونجا رفتن. این رابطه تنگاتنگ ما بین ایرانی ها و یهودیان در قرن پنجم دیگه نزدیک میشه، بسیار نزدیک میشه. از چه لحاظ میگم؟ در زمان یزدگرد اول در قرن پنجم ما بر حسب، حالا داریم درباره تلمود صحبت میکنیم، زمانی که تلمود در بابل داره نوشته میشه و رفرنس هایی به ایرانیان هست. من الان یادم نیست که 46 یا 47 رفرنس مختلف به ایرانیان در تلمود وجود داره. آقای جیسن زاین مختاریان تا 3 ماه دیگه کتابش چاپ میشه درباره ایرانی ها و تلمود، که من هم به خانم دقیقیان که لطف کرده منو دعوت کردن اینجا بهشون گفتم که خیلی مهمه که ایشون رو دعوت کنید که بیان درباره تمام این رفرنس ها صحبت کنن، چون ایشون بهشون یک دیدگاه تاریخی هم دادن. شما اگه من تلمود رو بخونم کاملا میتونم اشتباه این رو تعبیر کنم. ایشون اون قسمت اون بند رو خوندن و بعد در کانتکس تاریخی گذاشتن و میبینیم که این رابطه خیلی جالب. برای مثال ربی اشی رپورت میکنه که هونا بن نیتن به یزدگرد گفت که لباسش رو درست کنه. خب سوال اینجاست که در دوران ساسانی چه کسی اجازه داشت به شاهنشاه نزدیک بشه که بخواد بهش بگه آستینتو درست کن؟ ما میدونیم شاهنشاه ساسانی معمولا پشت یک پرده قرار میگرفتن. شما اگه موقع که میومدین جلوشون باید به فارسی میگن ابر اوبست یا ابر صورت ابر اوبست، روی صورتتون میومدین پایین دعا میکردین و بعد میرفتین. به ندرت شما میتونستید که جزو کسانی باشین که پشت پرده یا در نزدیک شاه باشین، مثل اینکه این آقای هونا بن نیتن که این روی باید باشه خیلی نزدیک بوده که حتی به آستین پادشاه رو میتونسته ببینه که بهش گوشزد کنه آستین تو درست کن. خیلی میگم این حتی این خط به ما یک سری اطلاعات خیلی جالبی میده. و این یزدگرد اول کی بوده که این رابطه رو با این روی داشته؟ ما میتونیم به متن پهلوی، حالا متنهای زرتشتی پهلوی نگاه کنیم. متنی به نام شهرستانهای ایران شهر که من موقعی که خیلی جوانتر بودم شاید میشه گفت سال 2002 بود، یعنی 13 سال پیش، این متن رو من از پهلوی فارسی میانه به فارسی انگلیسی ترجمه کردم. در یک بند اون به یک داستان خیلی جالب برمیخوریم و این متن انگلیسیشه، تقریبا فارسیش این میتونه باشه. شهرستان شوش و شوشتر را شیشین دخت زن یزدگرد پسر شاپور ساخت که دختر رسل جالوت شاه جهودان. این فارسی میانش به اون فرم هست، جهودان فرم درست فارسی هست، یهود فرم عربی شده این کلمه هست، شاه جهودان و مادر بهرام گور بود. ما درست اینجا حالا میبینیم که یکی از پادشاهان مهم ایران بهرام گور، اگر داستانشو شنیده باشین، مادر یهودی داشته. یعنی رابطه نزدیک بوده که با روی های یهودی شاهنشاهان ایرانی ازدواج میکردن. و سوال اینجا به وجود میاد که برای یهودیانی که در ایران بودن بهرام گور آیا نمیتونسته یک پادشاه ایرانی یهود باشه؟ مادر یهودی داره. و این یک دید خیلی جالبی نسبت به ما میده نسبت به روابط این دو گروه در قرن پنجم. و فقط پس مسئله راست کردن آستین نیست، دختر ایشون یا دختر یکی از این روی ها ازدواج کرده با پادشاهی، بله، و بهرام گور که یکی از مهمترین به هر حال پادشاهان دوره ساسانی هست با دختر رشگالوت ازدواج کرده و بهرام گور
به دنیا. و اون لازمه که تاکید کنم که فقط همین پادشاه نیست که مادر یهودی داره. ما میدونیم که یک یا دو پادشاه دیگه ساسانی هم مادر یهودی داشتن. بعد نگاه کنم، الان من یادم نیست، میتونم براتون نگاه کنم. نه، تو دوره ساسانی شاپور دوم اگر شما هستن که میگم این فقط یک بار نیست که این رابطه تنگاتنگ و نزدیک ازدواج رو میبینیم ما بینشون، باز هم انجام میشه. البته باید بگم که داریوش سوم آخرین شاه هخامنشی، خب اگه برگردیم، اسمی که داره لقبش آرامیه، احتمالا مادر اون هم یهودی بوده. اون من نمیدونم مادر پدرش کی بودن، واقعا نمیتونم واقعا دیگه درباره اون یکی اظهار نظر کنم. تاریخ قضاوت میکنه، بعد یک مقدار بگذره از یک واقعه. نداده، واقعا نمیدونم. ولی ما مرتب این اهمیت دنیای یهودی و حالا مسیحی هم در دنیای ایرانی میبینیم. متن فارسی میانه قرن پنجم، اولین متنی که در دوره ساسانی به فارسی میانی یا پهلوی نوشته میشه مزامیر هستن یا زبور. فارسی میانش، بله. آیا این پادشاه مثلا بهرام بود که از یک مادر یهودی به دنیا اومده، هیچ وقت نیومده تو تاریخ؟ آیا هیچ وقت ما یهودیت رو اکسرسایز کردن یا نه؟ ما هیچ نمیدونیم. ببینید، منابعی که داریم بیشتر از دید این شاهنشاهی داره دربارش نوشته میشه. اگر در ترمون باشه یا منبعی دیگه که این کار کرده باشه که من تا حالا ندیدم. ببینید، موقعی که دارین از دید اون بالا نگاه میکنین، شما پادشاه همه هستین. من فکر میکنم برای کامیونیتی یهودی این کاملا مشخصه. و این پادشاه در ضمن در هیره، جایی که عرب بودن، بزرگ شده. یک فرهنگ خیلی جالبی داره. و با این هم میگم عرب هم تا مقداری بهش پادشاهیش رو قبول داشتن. بله بله بله. این متن اولی متن پهلوی هست که ما داریم. ابر رودستان بابل آنوه نشستیم، ادمان گریاد که مان آیاد بود سیهون، که برای خیلی معروف هم هستش. و این متون هستن که اول در دوره ساسانی نوشته میشن، نه متن مذهبی دیگه. این هم باز به ما باید این فکر رو به وجود بیاره که اهمیت یهودیان در این شاهنشاهی چقدر بوده. زیبایی دختران یهودی بود آقای دکتر. بسیار خوب، من کاملا همه عقیدم، خواهش میکنم. تا قرن ششم میلادی ما میبینیم که سیستمی که در این شاهنشاهی به وجود میاد اینه که بر حسب دید مذهبی دیگه نیست. یعنی چون پادشاه زرتشتی، باید تمام قوانین زرتشتی باشن. قوانین قرن ششم میلادی نمیخوام بگم سکولار هستش، ولی قانون پادشاه هست، داد هست. و این قانون اینه که شما هر مذهبی که میخواهید باشید، تا زمانی که شما حکومت شاهنشاه رو قبول دارید به عنوان یک شهروند، مرد یا زن شهر، به رسمیت شناخته میشید. این هم یک سنت جالب ایرانیه که ما در دوران هخامنشی اینو میبینیم، در دوران ساسانی هم دوباره اینو میبینیم. من میگم در طول تاریخ ایران گهگاه این دید وجود داشته، کاملا مشخص بوده که تا موقعی که شما شاهنشاه و حکومت این شاهنشاه را قبول دارین، قسمتی از ایران شهر هستین و شهروند. بابا کاملا، من خواستم بگم کاملا، شما هخامنشی میبینید، ساسانی میبینید، دوران پهلوی هم میبینید، کاملا. دوباره یکی دیگه از نقطه های تاریخی هست که این وجود داره. موقعی که در قرن هفتم، یعنی آخرین دیگه صدی که ساسانی ها سر کار هستن، اورشلیم به دست ایرانیان میفته. نمیدونم شما میدونید، در سال 614 میلادی ارتش ایران فتح میکنه اورشلیم. تقریبا متون رومی یگانه هستن که دلیلی که ایرانیان تونستن اورشلیم رو در دست بگیرن به خاطر یهودیانه، یعنی یهودیان اونها رو کمک کردن. این البته سوال رو پیش میاره که آیا ما داریم درباره یک اسطوره یا یک حقیقت صحبت میکنیم، چون متون مسیحی رومی در اون زمان تا حد زیادی آنتی‌سمیتیک یا ضد یهود بوده. و برای همین هر وقت که قرار بود که مشکلی یا شکستی رو بخوان توجیه کنن، اگر با ارتش ایران مخصوصا حالا سرکار داشتن، میگفتن که یهودیان هم که باشون همکاری میکنن.
همین حتی پروپاگاندای ضد یهود به ما نشون میده که رابطه ایرانیان و یهودیان چقدر نزدیک بوده. این رومیان نمیگن که مثلا فلان کسک بودن که با ایرانی همکاری کردن، همیشه یهودیان بودن. حالا پس چه واقعیت داشته چه نداشته، اهمیت اینه که این رابطه تنگاتنگ رو رومی ها نیز میدیدن. از سوی دیگه اگه شما بخواید درباره مذهب در ایران دوره ساسانی نگاه کنید، اگر متون پهلوی تلمود رو کنار بذارید، شما میتونید این بشقاب های حالا میشه گفت سهرامیز رو ببینید که تعداد زیادی از اینها از بین النهرین یا عراق پیدا شده. نویسن بیشتر متون به آرامی هست، ما میدونیم نویسندگان این یهودی بودن، ولی برای مسیحیان، زرتشتیان و مانویان و غیره برای همه این رو می نوشتن. یعنی در حقیقت یک دینی هم وجود داشته، این به میگن پابلیک یا کامن ریلیجن. شما دندونتون درد می کرده، می خواستین یکی رو چش بزنید، می خواستین کسی چش نزنه شما رو. این یک مسئله بوده که در مابین همه اقشار مذهبی مذاهب مختلف در ایران وجود داشته و این یهودیان بودن که اینها رو همه رو به هم وصل میگن، چون اونها اینها رو می نوشتن. من فقط می خواستم این هم به عنوان مثال، به عنوان متن بگم. خرافات نیست، میشه بگفت مذهب عامه، عامیانه، بذاریم فرم خوبشه بگیم، مذهب عامیانه. خب یه همچین چیزی بخوایم صحبت بکنیم، مخصوصا موقعی که رابطه قوانین دینی اون وقت ما میخوایم باش صحبت کنیم، ما بین ربی ها و مقا تشابه بسیار جالبی پیدا میکنیم. به تازگی چندین محقق، آخرش آقای شای سکوندا که در اورشلیم هستن، کتابی درباره قوانین مهم یهودی و زرتشتی مطالعه کردن و این دیالوگ و این یاری و بعضی وقتا کمک و استفاده از متون یکدیگر رو به خوبی نشون دادن. آقای شای سکوندا در دانشگاه اورشلیم. بله، موقع کاهن زرتشتی، موقع زرتشتی، موبد. بله بله، این دو کاملا با هم در دیالوگ بودن، چون در قوانین بسیاری در اواخر عهد باستان، دوره پس باستان، ما این رو میبینیم. من میخوام صحبتم رو با این متن تمام بکنم. در قرن هفتم اعراب مسلمان ایران رو تسخیر میکنن و شرق امپراتوری روم رو، و ما صحبت اینه که خب زبان عربی زبان متداول فرهنگی و تا حدود زیادی علمی اون دوره خواهد میشه. اولین متن فارسی رو کی ما میتونیم پیدا کنیم؟ این البته مسئله جدیدی نیست، ولی کسی زیاد بهش توجه نمیکنه. ما متنی داریم در غرب چین امروز، در جایی به نام خوتن که در شعر فارسی هم جای مهمی داره، مشک خوتن. در اونجاست که ما در حدود 100 سال پیش متنی به نام دندان اولیق پیدا میکنیم که میشه گفت در واقع یک متن فارسی یهود هست، ولی در اونجاست و باز یهودیان هستن که اولین سروده ها رو به زبان فارسی میشه گفت برای ما ثبت میکنن. در حدود 7-8 سال پیش هم ما اولین کتیبه فارسی باز به خط عبری رو یا آرامی رو پیدا کردیم در چین، که هنوز دارن روش کار میکنن. یعنی باز جالبه که نه تنها در غرب تا مصر، بلکه در شرق، در افغانستان و حتی چین امروز این یهودیان هستن که این زبان رو نگه میدارن، یا ما اولین اسناد رو دربارش پیدا میکنیم که این یه متن هست که میبینی که به خط عربی هم زیرش نوشته شده. خیلی متشکرم.